نام و یاد خداوند مهربان. السلام علیکم دوستان عزیز، به برنامه افطاری خوش آمدین. آرزو داریم همگیتان جور و صحت و سلامت باشین، در هر کجایی که هستین در پناه خداوند یکتا باشین. امروز روز 20 ماه مبارک رمضان است. ما 2 دهه ماه مبارک رمضان پشت سر گذاشتیم، دهه رحمت و دهه مغفرت. آرزو دارم که مغفرت خداوند بزرگ را حاصل کرده باشیم، گناهان ما را ببخشه خداوند. باز هم افطاری آغاز شد. ما هدیه با همکار مجیب جان با شما هستیم و برنامه را تا 1 ساعت تقدیمتان میکنیم. تشکر علی جان. عزیزا سلام های مرا هم بپذیرین. آرزو میکنم که روز را به خوبی سپری کرده باشین و در کنار دوستان، خانواده، فامیل و ما افطار خوب و خوش داشته باشین. ما میفهمم که همتون اندوهگین هم هستین به خاطر حملات اخیر کابل، ننگرهار و لغمان که تعدادی از هموطنان به گناه ما به شهادت رسیدن، کشته شدند. ما هم به نوبه خود به خانواده شهدا تسلیت میگم، خداوند زخمی ها را شفای عاجل نصیب کنه و بدون شک که همه ما در این درد و رنج و غم شریک هستیم و حال زمانی است که در این شرایط ما و شما بیشتر از قبل متحد باشیم و دعا میکنیم. این خدای هر روزه ماست که خداوند یک صلح سرتاسری را در کشور تامین بکنه تا از جنگ و قتل و کشتار خلاص شویم. آمین. آرزو داریم که خداوند صدای ما را بشنوه. در هیچ جای دنیا دیگه جنگ نباشه و مخصوصا در وطن ما که بسیار غم دیدم. این غم تنها غم یک خانواده، غم یک نفر نیست، غم تمام افغانستان است. ما در دردتان با شما شریک هستیم و آرزو داریم که دیگه قتل و کشتار از وطن ما کم شوه و گم شوه. آمین. عزیزا در بخش اول برنامه با هم یک جا تلاوت زیبایی را با هم میبینیم و میشنویم و در این قسمت قاری صاحب خداداد رسولی با ما هستند. قاری صاحب خوش آمدین، بفرمایید. تشکر. سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ما شاء الله عالی بود. بسیار صدای زیبا. خداوند خیرتان بتن و خداوند روح تمام شهدا را شاد داشته باشه. بله. سپاس میکنیم از قاری صاحب خداداد رسولی و عزیزا. امروز مهمان خوبی را به برنامه افطاری دعوت کردیم. من مطمئن هستم که از دیدن اونا همتان بسیار خوشحال خواهد شدین. حتما برنامه را دنبال کنین و در این قسمت ما ببینیم که مجنون بر ما و بر مهمان ما چی آماده ساخته. بله، من هم منتظر هستم. بله بله. مجنون جان عزیز خسته نباشی. چی حال احوال؟ سلام سلام مجنون جان، خوب هستی؟ صحت خوب است؟ سلامت باشی. تشکر. چی آماده ساختی برای افطاری امشب؟ برای امشب چیکن وینس هست آماده ساختیم، یعنی کباب از بال مرغ. خواه خواه. یک سوپ تومیتو سوپ هست بس بندازمی. خواه خواه خواه. بسیار خواه. بسیار علی. طبق معمول یک سالات هم در پلیج داریم، قابلی هم داریم. بیخی مینیو مکمل است امروز. بله. بسیار عالی است مجنون جان. انشالله که متوجه نمک مخصوصا باشی که یک روز نمک یک ذره کم بود. مچم بر توال رسید یا نرسید؟ رسید. روزه است کم کم بعض وقتا یکان چیز حراموش میشه دیگه. حالا دیگه نمیچشی پیش؟ روزه نه نه ما هیچ وقت دیگه وقتا خوب میچشی یک ذره اگر که پیش دیگه نه هیچ وقت ما چشم طول است اگر که میفهم که چی چقدر مواد باید بندازم که چقدر نمک اضافه کنم دیگه. اونمو شب کم فکرم نارام بود هیچ نمک ننداخته بودم. افتخار میکنیم که در کنار ما هستی مجنون عزیز با این چشم طولت. عزیزا آل یک وقفه کوتاه داریم و پس از وقفه با ما همراه باشین. مهمان خوب برنامه افطاری امروز دعوت میکنیم. تشکر میکنیم از تمویل کنندگان برنامه ما، جوس پارادایس، تازگی قلب و قوت زندگی. از این جوس در افطار تنها در افطار نه، همیشه استفاده کنین، خیلی خوشمزه است. و مهمان امروزی برنامه افطاری
مهمان ما یکی از جنرالان جوان، شجاع، مسلکی و خیلی محبوب کشور هستن که طرفدارای زیاد خود دارن. شما هم همونطور که قبلا مجیب جان گفت با نام و با چهره و با فعالیت‌های خوبشان آشنا هستین. جنرال خوشحال سعادت، رئیس تصدی محافظت عامه وزارت امور داخله را به برنامه خوش آمدید میگیم. السلام علیکم جنرال صاحب، سلام علیکم، خراب علیکم، خراب علیکم، خوش آمدید، بفرمایید. خوشحالم، مهربانی سیم. همیشه ما علی جان جنرال صاحب در لباسای نظامی و پلنگی دیدیم. بله. امروز ماشاءالله با این دریشی چقدر جذاب معلوم میشن. تشمانتان جذاب است. ماشاءالله، ماشاءالله. خوش آمدین جنرال صاحب، طاعت عبادت قبول باشم. چطور دلوقتي. گذشت 20 روز ماه مبارک رمضان؟ در کار بودین، در قرنطین بودین، مصروف چی کارا بودین؟ تشکر، زنده باشین. در کار بودیم و فضل خدا سیر رمضان به نهایت هوا خوبتر است و زمانم کوتاه شده، روزام کوتاه شده نظر به سالهای قبلی. بنان خوب بود، وظیفه بودیم. بسیار خوب، یعنی خوب گذشت. بالکل. جنرال صاحب تاسو دوغو ماشاءالله تکړه او ځوان او جنرالانو څخه یاست چې ډیر زیات لقبونه مو هم ګټلې دي. اتمن تاسو اوریدلې دي، نماتیدونکو جنرال، د زړونو جنرال، زړور جنرال او بچی فلم. تاسو بده اتمن اوریدلې وزیا. مننه. څه احساس کوي کله چې خلک استاد بارک تفسیری کوي، مینې در کوي؟ مننه. زه خو د وطن خپل د ملت د پښو خاورې ماته افتخار ده چې افغانستان ته مې خدمت کړی او خدمت کوم، او د ملت احساسات قدر وړ دي. بله. شما جنرال صاحب زمانی که از سمت معینیت ارشد امنیتی وزارت داخله برکنار شده بودین، یک تعداد طرفداران و هوادارانتان بسیار انتقاد کردن و ناراضی هم به نظر می رسیدن. حال چطور؟ شما از کارتان در تصدی محافظت عامه راضی هستین؟ چطور میگذره کار؟ بالکل، تصدی ملی محافظت عامه پرسنل امنیتی رو به تمام پروژه های ملی، بین المللی و دولتی و غیر دولتی فراهم می‌سازد. بنان یک پورتفولیو، یک اداره کاملا جدا و بزرگ است. البته از سرنوشت آینده اقتصادی افغانستان هم متضمنش می باشه. البته ما به اون مرحله نرسیدیم که پروژه های بزرگ ملی ما مثلا تاپی و کاسای گزار برای ما یک نتیجه بده، ولی انشالله در آینده های نزدیک بخیر پروژه امیدش داریم و تصدی ما پرسنل امنیتی را برای اونا فراهم میسازه که یک پروژه طولانی است. بنان آینده اقتصاد افغانستان همین تصدی متضمن میباشه. بنان خودش یک دیدگاه خوبی برش وجود داره اگر ما بتانیم این تصدی را به پایش استاده بکنیم و پرسنل واقعا مسلکی امنیتی را به تمام پروژه های دولتی و غیر دولتی و متشبسین ما، تجار ملی ما عرضه بکنیم، او میتونه در برابر یک مزد، یک عایداتی که بقیه وزارتخانه و دولت افغانستان ادارات ما بتانیم پرداختشان بکنیم. بنان یک دیدگاه خوب برش وجود داره. بسیار خوب، آرزوی موفقیت داریم براتون. بله بله، واقعا هم رسید افغانستان مسلکی تحصیل کرده او وطن دوست ځوانانو ته ضرورت لري. د جنرال صاحب خوشحال سعادت پشان اوس خوشاله یو چې بیرته راغلی ده او نوې دنده یې پیل کړې ده. غواړو جنرال صاحب چې د پخواس لږ موږ ته قصه وکړي، هغه وخت چې تاسو د امنیتي ځواکونو د لیکو سره یو ځای سپلاست، څه وخت و څو کاله کیږي، او هغه وخت د څه ارمانونو سره تاسو راغلي وئ؟ مننه کوم. په 2020 کالو چې اول ځل امنیتي او دفاعي ځواکونه کې شامل شوم، هغه وخت کې یو څو کالونه پورې تقریبا تا سال 85 و 86 اوقدر دشمنان افغانستان جنگ شروع نکرده بودن. اکثر ما علیه جرایم دیگر مثلا مواد مخدر و قاچاق اینا مبارزه میکردیم. بنان سطح شدت وظیفه اوقدر بیشتر نبود و جوان بودیم، ما شوق علاقه داشتیم با یک کتله جوانان باشیم که به وطن خدمت کنن، و هر قدری که ما وقت مدت زمان گذشت تهدیدات هم بیشتر شد، حملات هم بیشتر شد. در اولین بارش در ولایت هلمند بود که ملا دادالالنگ اگر یادتان باشه جبهه نو را آغاز کرد، و نمو روزایی بود که افغانستان به جنگ واقعا شدید تا امروز طبعا برابر شد. بنان یک سفری بود، سفر 17 ساله زندگیم
تا امروز و ما امیدوار هستیم که انشالله ستاسو لومړی دنده چیرته و؟ لومړی دنده می په 333 قطعه کې اول ځل لپاره چې شامل شلم زم افسر نوم منګه یو شپېته نفر نو امتحان واخستل شو چې د افغانستان خاص قواوی جوړو بیا د شپېته نفر نه تقریبا منګه نو هغه وخت کې تصمیم نیول شوی نو چې کم ارګان مربوط شي د قطعه به دوستای بین المللي را حمایه میکردن باز تصمیم گرفته شد چون وظایف ما تنفیذ قانون است باید مربوط پلیس ملی شود از ابتدا که هیچ وزارت داخله و دفاع و امنیت ملی چیز نبود چی ندرلود بسیار خوب اما اولین باری که شما کارتان شروع کردین به یاد دارین چی احساس داشتین فکر میکردین که یک روز یک آدم بزرگ در افغانستان باشین بله یادم است دقیقا در او وقت قماندان قطعه ما جنرال صاحب عبدالهادی خالد نامش فیرن مشاور وزیر صاحب امور داخله است او هم معین ارشد وزارت امور داخله البته فعلا متقاعد هستند اونا برای ما بر ما جوانا در تالار یا صحبت که میکردن میگفتن که او جوانا وظیفتان کم نگیرین آرزوها و امیدهایی که دارین و یاد داشته باشین یک روز در جای ما قرار میگیرین که قماندان یک قطعه است و آینده دارین ما او وقت میگفتیم که قماندان صاحب بر ما گپ میده که باش قماندانی خدا پیش ببره خدا میدان اگه ما با دو وقت البته این فکر داشت ولی اونا راست گفتن اونا راست گفتن امو جوان ها رشد کردن خدا را شکر دیر علی دوستان و جنرال صاحب خوشحال سعادت از مونگ سر پخبره و نکشیشتا او سی ولند دم لرو لدم سی خبروست را گرزو دل نور و دیر زیاد و خلو کسو سره عزیزا بازم خوش آمدین به افطاری مهمان خوب ما جنرال خوشحال سعادت رئیس عمومی تصدی محافظت عامه وزارت امور داخله با ما هستند همچنان سپاس میکنم از حمایت کننده مالی برنامه شفا نکتارهای طبیعی شفا ضامن سلامتی شما بله از این جوز هم استفاده کنین رفع تشنگی میکنن خب جنرال صاحب من میخوام که کوتاه از شما بشنم شما در بسیاری از جنگ ها عملیات ها خودتان سهم گرفتین اشتراک کردین کوتاه اگر چشم دیدتان رو بگوین و ای که آیا شما دلیلی را فهمیدین که چرا مردم بیگناه ما در افغانستان به قتل میرسن دلیل اشتراک ما خلبت وظیفه ما ایجاب میکرد تا الا قدمه معینیت ارشد امنیتی که شدم و در معینیت هم مادون ما توقع داره که یک آمرشان در هر سطحی که باشه باید برده مقدمه پایین تر و برشان انگیزه و مورال بده اونا رو باید ببینن نه تشریفاتی نه یکی از دفتر و از ارکندشان و از طریق چیز ولی باید عملا یک آمر باید ببینن در روزهای سختش که همون پرسنل درک بکنه که همی قماندان ما یا آمر ما از ما حمایت میکنه دلیلش به او بده که یک انگیزه باید بدهیم به پرسنل خود راجع به دشمنای افغانستان ما یک میتونیم باز از دیگر هم پرسان شوه یک نام مانده برم که دائم مدعی دشمنای افغانستان رحم نکردیم به خاطر که من انگیزی از اونا را شناختیم اکثریتشون ملاقات کردیم من یک مدت زمان یک بخش کشفی و استخباراتی را رهبریش داشتم و دوج اکثریت او دشمنایی را که ما گرفتار میکردیم و یا یکان تایشان در بدل استخدام میشد توسط ما که برای ما کار بکنه انگیزی از اونا را مدیدم که اونا چی دلیل دارن اونا بجز بدبختی و بجز بردن افغانستان پیش از 11 سپتامبر دیگه کدام را برده ندارن طرحی ندارن برای افغانستان به پیشرفت افغانستان و همه چیز برشان دکته میشه از بیرون بنان وقتی که خط سرخ از اونا هیچ نوع مراعات در مقابل حقوق بشر و یا توجه به زندگی و حیات همشهری های ما باشه بنان امرای تو دشمن چی نوع برخورد باید بکنه بشینیم بازم عذر کنیم بازم مذاکره کنیم بنان فقط شکست از اونا رای حلش هست و باید به مشت آهنین برشم داد جواب بتیم جنرال صاحب مونگ دعا گوه چی علا دیده وطن دشمنان پزرونی که رحم و چه چیز مونگ بیگناه او مظلوم وطنوال و نوجنی او خدای دې د دې روژې مبارک میاشتې په برکت سره دوی ته هدایت ورکړي جنرال صاحب نه پوهیږم چې تاسو خبر یاست کنه مونږ د روژه ماتي خبرونې کومک سکال د ملي اردو شهیدانو کورنۍ ته ځانګړې کړې دي هغه کورنۍ چې اړمنې دي او نن هم قرار ده چې مونږ د یو کورنۍ سره او د یو اتل د ژوند د کیسې سره آشنا شو که ستاسو خوښه وي چې په ګډه سره دا یو ځای وګورو
مهربانی. بگوری دوستانو. نام خود پریگوله. گلایی میشینم. بینیم خانه کرایی است. یعنی اینجا. آنو بچه کلان کراچوانی میکنم. رزا مکتب میخونم. بچه مامداد نام داشتم. در اردوی ملی بود. نام در قندر وظیفه اجرا که شهید شد. ناچاری روزگار بود که رفته نمید در خانه بقدر سرپرست نبود. بامیان بودم خود ما. ابو قیداتش زنده بود. و آدم ها که شهید شد و در کابل آورد وزیر اکبر خان همین داماد مرا خبر کرده بود. باز آدم ها داماد آدم ها اینجا خبر داد قومی رو که نمی باشه رسول داشت شهید شده امیر بامیان میره. باز آدم ها اینجا آورد و آدم ها دمی بیگاه خبر شدیم شب آن سبا خدا ببخش دفن. من بخی بهوش شد مت نفهمیدم ده خود یک بچه هم که اندوردی ملی شهید شد که 9 سال شد یک بچه دیگه من پار سال که شهید شد بخی دیوانش مت گپ ده سر بود جای دوش ده سر من نمند یت گپ نه میفهم که چی مگه و ایشان 22 سال بود ایشان 22 سال بود و 9 سال پیش ده 22 سالگی رفت یعنی پار سال ده 22 سالگی رفت و ایشان منم تا تو تا پارچه ده پیش ما آورد که بخی ندین تو تا تو تا شد ایشان من متر شالا شالا اون از تیب عدلی دو جوانی 22 سالم رفته بخید ما سنگش دیمین متر یک دم زندگی خوید نمفهمم اولاد چی رقم چیز است اولاد پارچه جگر یادم است قدر اینمی اولاد تمام دیوانگی و تمام از دیست اولاد دستار یادم برخواستم رئیس جمهور من بابا کنه که همین جوانه تا به که قدر کشته شود ما رو که نیتر دیوانه و کمبخت و بیچاره ساخته مادرها که جگرش ریخته دیگه که چاره نداره امیر صلح خداوند پیشه کنه امیر دولت یک کمک کنه که همین جوانه این مردم در پناه خدا نگاه شود شهید امامداد دوستانو پر طول میدان سخه در وطن و خلق سخه دفاع وکره او پا دیلاره که خپل سر ور کرد اوز زمان سر دا شهید امامداد مور پریگول پر استودیو که دا دوی تا خراغلاس پایو مادر جان بسیار زیاد خوش آمدین خوش باشین سلام صحبتش باشین بخیر ما از فداکاری فرزندتان قدر میکنیم و همیشه اونا رو به یاد می داشته باشیم زنده باشین و همه ما در کنار شما هستیم خداوند شما رو به یاد اونا قهرمان هستن برای ما همیشه زنده هستن نامشان روشن از افغانستان زنده باشین خداوند شما رو سرفراز داشته باشه دوستان در بخش مساعدت و همدردی برای دو خانواده امروز ما 478805 افغانی 2170 دلار 166 یورو و 100 دلار استرالیایی جمع کردیم که ای برای دو خانواده شهدای سربازان اردوی ملی افغانستان به دو حصه مساوی تقسیم شده و حال ما این پول با جنرال صاحب خوشحال سعادت تسلیم میکنم تا برای پریگل هدیه بکنن و جنرال صاحب خوشحال سعادت هم حتما یک مبلغ را به این پول علاوه میکنن مادر جان این جای سر شما را گرفتن نمیتونم امیدوار هستم یک چیز من چیز خداوند شما را سرپرست داشته باشه قدر قلیب شما به شهامت شما ما احترام میکنم زنده باشین خداوند شما را حفظ داشته باشه زنده من نه کوله تاسو ټول څه چې تاسو مرستي کړې دي او همدار از د جنرال صاحب خوشحال سعادت څخه دوستانو اوس به د یو بل اتل د شهید روح الله د ژوند او د کورنۍ کیسه ووینو او واور ما نوم عبدالله نوی بچم روح الله سرباز بود د کته کولوردی 205 اتل قندهار امی سرباز و ایفای وظیفه میکرد باز از یک مدت تقریبا و ترخیز شک 16 روز مانده بود 3 سال تکمیل کرده بود باز امی شهید شد دیگر مقصد تابوتش برای ما آوردن و دفن خاک کردیم تصویرش از با من دیگر با تابوتش برای ما یه خبر زنگ زدن برای ما باز رفتیم کابل تابوتش برای ما دادن تابوتش آوردیم دفن کردیم تقریبا ده 22 سرطان 96 آسمی رو خواهیم موسیقی
مجرد بود 24 ساله شد 23 را پوره کرد به 24 قدم مانده بود. دوست داشتم زیاد بچه ما این چیش همینجا هست اگه میتونیم میبینیم ببینیشم اکسایش از تصویر شاوردیم یکی شخصی هست یکی در لباس نظامی است. در گل یک وطن آرام، زندگی خوب، زندگی خوش، جوان 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 همین شرایط همینطور اگه آرزو می داشته باشه دیگه اونم بود اگه او آرزوی آرامی وطن همی چی میگه در میرفت قطعی از جان که شیرین یک چیزی نیست امروز مردم میره جان خود فدا میکنه یا از این که دیگه چیز نمیشه. حیات از مادرش تکلیف از وقتی که چیز شده تکلیف پیش که شکر داره فشار داره تکلیف قلبی داره پیش که بود همین تداویش هم رفتم اونجا پول رایی میکرد ما شکل تداوی که مادر حال تکلیف های زیاد شده والا که وقتی که صلح کنن و آرامی بیا بچه ایم هم صدقی وطن مثل بچه ملک ها بچه مردم از جوان هاست که در وطن سر خود فدای خاک کرده دیگه ما که او که آشتی کنه و صلح کنه یک بچه منه که صدا بچه از بچه داره دیگه بهم میبخشه برادر گل مقصد صلح شوه عزیزا بازم به افطاری خوش آمدین. دقایق قبل ما قصه شهید روح الله را دیدیم و حال هم پدر شهید روح الله عبدالله در برنامه با ما هستند که از ولایت قندوز تشریف آوردن. عبدالله جان خوش آمدید. بگیم آجوز بسیارت خوش آمدید. شکر. سلامت باشین. زنده باشین. خوش باشین. بخیر باشین. روح فرزند شما شاد باشه و ما شکر. یادشان گرامی میداریم. مردم افغانستان تجار ملی امتنان خیرخواه و سخاوتمند ما یک مبلغ پول فرستادن برای حمایت از خانواده شهید روح الله و خانواده شما میخواهیم این امانت به شما تسلیم کنیم به دستان جنرال صاحب. شکر. البته دوستا 237,430 افغانی 1,085 دلار 83 یورو و 50 دلار استرالیایی است. سپاس میکنم از تمام همتنان عزیز ما که در مساعدت سهم گرفتن به عمر و مالشان برکت. حتما در پایان برنامه اسامی کمک کننده را میخوانیم. جنرال صاحب بفرمایید. حاجی صاحب شکر صاحب تشکر از حمایتی که این اولاد تان لون کردین به دفاع وطن افتخار میکنیم به شما. وظیفه ما است. زنده باشید. وظیفه ما است. شکر سلام. سلامت باشین. خداوند خیرتون بده. خوشحال شدیم که آمدین. حاجی صاحب محترم در برنامه و تشکر میکنیم از تمام هموطنان عزیز ما که کمک کردند تا که ما تانستیم پول شما را و این کسایی که مستحق هستند برسانیم. و امی لحظه در استودیو قاری احمد سیار جمالی، کسی که مطمئن هستم شما انتظار شنیدن نعتش داشتین، با ما هستن و نعت خیلی زیبایی را از اونا میشنویم. آقای سیار جمالی بفرمایید. ای که احسان بر فقیران میکنیم آخرت را سبز و بستان میکنیم دستی یاری بر یتیمان میدیم التفاتی بر غریبان میکنیم دست و گیر تا دست تو گیرد خدا یار و یاور باش با هر بینوام حق چو بیند کمک و امداد تو میرسه در جا به هر فریاد تو میبرد هر دمی یاجات تو میدید باداش بر اولاد تو دست و گیر تا دست تو گیرد خدا یار و یاور باش با هر بینوام یاد کن از آن که بر باد است همیش
غرق ناداری و فریاد از دمش، ای که دایم شادمانی با عیال، یاد کن از آن که ناشاد از دمش. دستو گیر تا دست تو گیرد خدا، یار و یاور باش با هر بینوا. وای دیگر برای خدا زنده بچپن مکنید، دیگر برای خدا مرده بی کفن مکنید. ز خون بی گناهان دشت و در شده گلگون، دیگر برای خدا، دیگر برای خدا قتل مرد و زن مکنید. با پاسیم چشم پر از عشق مادران جهان، دیگر جفا به حق مادری وطن مکنید. یکی در ماتم فرزند جوان میگیرید، دیگری بر برادر به فغان میگیرید. یکی هم بر پدرش موی کنان میگیرید، گویی از نوح زمین و آسمان میگیرید. حالا ای مرگ مادر، مرگ مادر، عجب کردی مرا بی پا و بی سر، عجب بی دست و پایم کردی مادر. تو غرق گریه هایم کردی مادر. وای آم چو فرزندی که بی مادر فقیر است، با هر جا دامنی یرگز بگیرد. کجایی مادر ای تاج سر من، هنی سامون سازی با فری من. کسی که مادرش مرده یسیر است، اگر چی پادشا باشد فقیر است. وای خداوندا بگردان این بلا را، سیافتا نگهداری تو ما را. بقی اردو گیسوی عبیبت روا کن مقصد و مقصود ما را. مساز ملت ما را زبون به دست کسی، سایی سپاس پرده ناموس و دیده بیدار. هزاران درودم هزاران سلام ز ما بر جناب محمد علیه السلام و سلام. فوق العاده بود، عالی بود. تشکر میکنیم از قاری صاحب احمد سیار جمالی. واقعا امی نترک خواند، امی شعر اینا با می شرایط بسیار خوب مطابقت میکرد. از دوی وقفه داریم، پس از وقفه لحظات افطار و اذان محمدی خواهد بود، با ما همراه باشید. شکر میکنیم از خاری صاحب مرتضی قانت. سلامت باشین دوستا، طاعات و عبادات همه شما به درگاه خداوند قبول باشه، روزه و نماز شما قبول، افطار خوب و خوش داشته باشین. ما هم دور سفره افطاری جمع هستیم و مهمان خوب ما جنرال صاحب خوشحال سعادت، جنرال نامدار شجاع و محبوب کشورم با ما هستند. اشتیاق خوب بر شما هم میخوایم جنرال صاحب. و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امروز در افطاری مهمان ما شدین و در بخش مساعدت و همدردی شرکت کردین. سلامت باشین. تشکر. نوش جان، بفرمایید. امروز سوپ اسپخت مجنون بخوریم که بادمجان رو میره تومیتو سوپ تیار کردن زیاد. دیگه من نمی‌فهم قراوانه مزه داره است یا این سوپ مجنون جان. نه ان شاء الله مزه‌داره. خود جان تعریف می‌کنه. به شما دوستا اشتیاق خوب میخوایم. من یک لیست باید بخوانم، من لیست کمک کنم داره که دوستای کمک کردن بفهمن که از کیا کمکشان امروز شامل برنامه بود. بله تشکر، بفرمایید شما. میایم خدمت شما. از آب تشکر میکنم از تمام همتنان عزیز ما که سهم گرفتن در بخش کمک و مساعدت و پول فرستادن تا ما به خانواده شهدای اردوی ملی افغانستان پول و کمکشان برسانیم. اسامی کمک کنندگان و مبلغ پولی که امروز مساعدت شد:
بنیاد خیریه اجمل رحمانی روزانه 100 هزار افغانی، الهاج حبیب الله پیرزاده رئیس کمپانی های ACCL International روزانه 50 هزار افغانی، رهبری شرکت اورنج لیف موبایل رحمت الله امیری و هاشم امیری روزانه 33440 افغانی تا 20 رمضان. بنیاد خیریه وحدت و الهاج توفیق وحدت نماینده کابل در ولسی جرگه روزانه 25 هزار افغانی. بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی افغانستان روزانه 10 هزار افغانی. از طرف یک فامیل افغان مقیم خارج روزانه 12 هزار افغانی. بنیاد خیریه غزنفر روزانه 10 هزار افغانی. پرویز امینی معاون اتاق تجارت پنچیر روزانه 7500 افغانی. خواهر ما پروین پشتونوار از شهر لس آنجلس آمریکا روزانه 5000 افغانی. کماوال صاحب روزانه 5000 افغانی. عالمشان نظری و خانمشان بی بی حاجی از فرانکفورت آلمان روزانه 10000 افغانی. بنیاد خیریه بشیری روزانه 5000 افغانی. محمد قاسم امینی و جمشید امینی 5000 افغانی. داوود قندوزی از جرمنی روزانه 5000 افغانی. از طرف ماماگل تجار ملی روزانه 500 دلار. ندیم امیری ستاره درخشان فوتبال ما از آلمان روزانه 100 دلار. شرکت تجارتی عارف وسیل لیمیتد روزانه 100 دلار. از امریکای جنوبی 50 دلار. جوانان افغان از گوشه‌های مختلف دنیا روزانه 120 دلار. بی حاجی ماری از هامبورگ جرمنی 100 دلار. و همچنان شکیب و شعیب ترین از کالیفرنیا امریکا 100 دلار، حبیب الله 100 دلار، شهریار 100 دلار، دکتر سیما غوثی از کالیفرنیا امریکا روزانه 200 دلار، طارق عزیزی روزانه 5625 افغانی، بنیاد خیریه ندا زاهد روزانه 10000 افغانی، سید رضوان الله از کابل روزانه 10000 افغانی، شمس الرحمن قاضی زاده از شهر دبی 5000 افغانی، مراد شهید 5000 افغانی، مستی اوکو روزانه 5000 افغانی، عمر اکبر از کالیفرنیا 5000 افغانی، فامیل نورزاد 10000 افغانی، آمینه زازای از مکرویان 3000 از مکرویان 3 روزانه 5000 افغانی، تاجر ملی اکبر ارغندیوال روزانه 10000 افغانی، بی بی آجی و اولادایش از همیلتون کانادا 5000 افغانی، قیس بلوچ از تورنتو کانادا 5000 افغانی، فامیل آجی محمد آصف از لندن روزانه 7500 افغانی، فامیل بی بی آجی آمنه از دنمارک 11000 افغانی، یک تن از استادان دانشگاه طبی کابل 100 دلار، مرزیه پوپل از ملبورن استرالیا 5000 افغانی، محمد آصف عزیزی از ونکوور کانادا 5000 افغانی، فامیل بارکزای برای خوشنودی ارواح مرحوم حاجی عبدالحبیب بارکزای و مرحومه بی بی آجی حفیظه بارکزای از تورنتو کانادا 5000 افغانی، اسما وحیدی از دنمارک 5000 افغانی، حاجی عوض خواجه میر از تورنتو کانادا 100 دلار، جوهرو مایار از کابل 100 دلار، لیلا نهال هنرمند کشور 100 دلار، یکی از شرکت های وارد کننده ادویه از هتل پروان 30000 افغانی، نورزی سادات از کالیفرنیا امریکا 460 دلار فرستادن، سهم امروز 160 دلار، ناجیه سادات از امریکا 140 دلار، گروه خانم های امید فردو از جرمنی 466 یورو فرستادن، سهم امروز 166 یورو. خب کلوز شد امی شد ده؟ ما یکان دفعی طرف سال دارم. جاوید صادقی و مریم صادقی از ملبورن استرالیا 1000 دلار برای 10 روز فرستادن، سهم امروز 100 دلار استرالیایی، مجده 5700 افغانی، حفیظه از کانادا 11400 فرستادن، سهم امروز 5700 افغانی، میلاد عبدالمقیم از تورنتو کانادا 155900 افغانی فرستادن، سهم امروز 15590 افغانی، مادر و دختر از فرانکفورت جرمنی 15000 افغانی فرستادند، سهم امشب 5000 افغانی، و حمزه و ولی از فرانکفورت جرمنی 23000 افغانی فرستادند، سهم امروز 5750 افغانی. با عمر و مالتان برکت. تشکر میکنم از همکاریتان با برنامه و از کمکتان با خانواده های نیازمند شهدای اردوی ملی افغانستان. از حال هم شما فرصت دارین که کمکتان پولتان بفرستین، شماره حسابای بانکی برنامه را از روی صفحات تلویزیون میبینین، افغانی، دلار و یورو، از داخل و خارج کشور میتونین که شما پول و کمکتان بفرستین و انشالله که ما به خانواده شهدای اردوی ملی افغانستان، خانواده های نیازمند میرسانیم. و حالا ما رسیدیم به پایان برنامه. آرزو میکنم که از تماشای برنامه لذت برده باشین. فردا باز هم افطاری دستلو فراموش نکنین. تا دیدار، خدا نگهدار، وقتتان بخیر.